سینما، دانش، حرکت. مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می کند. خوش آمدید به پادکست پاپریکا. من طه حسین نژاد هستم. پادکست پاپریکا یه پادکستیه با موضوع سینما. تلاشمون اینه که توی این گفتگوهایی که با اهالی با تجربه سینما خواهیم داشت بیشتر به موضوعات فنی، حرفه‌ای و هنری سینما بپردازیم، جوری که برای هنرجویان سینما و کسایی که به فن و هنر سینما علاقه‌مندن بتونه جذاب باشه و جنبه آموزشی داشته باشه. مهمان این اپیزود ما آقای کیانوش عیاری هستن که اگه پیگیر سینما باشین و علاقه من به سینما قطعا ایشونو میشناسین با فیلم هایی مثل خانه پدری، بیدار شو آرزو، آبادانی ها و سریال روزگار غریب. بریم سراغ گفتگو. من فیلم خانه پدری رو توی جشنواره دیدم، با یکی از دوستانم رفتیم سینما ملت دیدم و جالبه برام که برعکس شبای دیگه که همیشه با ماشین با تاکسی برمیگشتیم، وقتی از سینما اومدیم بیرون قشنگ احساسمو یادمه، با دوستم شروع کردیم به قدم زدن و اصلا نفهمیدیم چی شد. یعنی تا خود خونه پیاده، یه ساعتی پیاده اومدیم، نصفشو حرف زدیم نصفشو تو فکر بودیم، انگار که گرفته بود فیلم ما رو. میخوام که تو گفتگومون در واقع به این برسیم که شما چی کار کردی که این اتفاق برای ما افتاد و چه چیزایی لازمه برای این که یه فیلمی بتونه همچین تأثیر روی مخاطبش داشته باشه، احساسشو درگیر کنه، فکرشو درگیر کنه. و حالا این داستان این قضیه رو شما از هر جایی که میخواییم میتونین شروع کنین. این فلواقع مهمترین موجودیت یک اثری است که حالا ما در مورد سینما صحبت میکنیم، فیلم صحبت میکنیم، که قرار است در ارتباط با مخاطب خودش داشته باشه. ما داریم شاید الان از وسطای بحث شروع میکنیم ولی ایرادی نداره. اونقدر این مهمه که میتونه یک محتوای حتی پیش پا افتاده رو داشته باشه، ولی کار اصلیش رو که ایجاد این تأثیر روی تماشاگر هست و اون تأثیر هم نمیتونه از مسیری به جز کانالهای عاطفی باشه. بارهای عاطفی اگر در این بزنگاه نقشی نداشته باشن، حضوری نداشته باشن، خب همه چیز دود شده رفته. اونقدر مهم هست این مسئله درگیر کردن تماشاگر که یک موضوع ساده هم میتونه اگر خوب پرداخته شده باشه آنچنان که شما دارید میفرمید شما رو درگیر خودش بکنه، یک موفقیت. مهمتر از این است که بزرگترین و والاترین مفاهیم بشری رو، اجتماعی رو، سیاسی رو ما در کالبد فیلم وارد کنیم و بعد اون تأثیرگذاری، یعنی شق اصلی کار هنر، انجام نشده باشه. موارد این چنانی بسیار زیاد داریم. فیلم هایی که از پیش با یک رسالتی وارد کارزار ساخته شدن میشن که خب در اون قدم های اولیه شاید به نوعی تحسین برانگیز هم باشه، ولی اصل مطلب این نیست. اصل مطلب این است که شما اون رو چگونه بایستی پرورش بدید، پالایش کنید و بعد تحویل مخاطب بدید که ببینه و اینچنین درگیر بشه. البته من اینا رو که میگم میخوام به شادی های خودم اشاره کنم که خب این چیزی که الان از شما میشنوم برای من شادی آفرینه که پیاده اومدیم به سمت خونه. یک بار هم من یادم فیلم نفس عمیق پرویز شهبازی رو که در سینما فرهنگ دیدم، یادم نیست اکران بود یا این که مثلا نمایش خصوصی بود، با یکی از همکارانم پیاده ما اومدیم از سینما فرهنگ تا من میرزاماد زندگی میکنم تا خونه خودم و ایشون الان اونجا مثلا سوار ماشینی شد و رفت. برای منم یک چون این حسی تجربه شده و بارها البته این مسئله پیش اومده. فیلم
چه ایرانی چه البته عمدتاً خارجی آنچنان من رو درگیر خودش کرده و این از نادر دفعاتی بود که یک فیلم ایرانی تونست این وضعیت رو از حیث روحی برای من به وجود بیاره که من این 30-40 دقیقه رو پیاده بیام. ولی عمدتاً در ارتباط با بخشی از فیلم ها، برخی از فیلم هایی که از دوران جوانی هم دیده بودم، یادم از حتی شاید در دوران نوجوانی پیاده رفتم خونم، غرق شدم، یادم نبود که من باید چه کار کنم، باید آیا سوار تاکسی بشم، اتوبوسی بشم. یکی از این موارد، و این لزوماً به معنای این که یک فیلم والایی باشه نیست، میتونه هر فیلمی باشه که به نحوی با ذائقه من ارتباط برقرار کرده. در دوران نوجوانی بودم، در دوران نوجوانی فیلم معما که متاسفانه الان اسم سازنده استنلی دانن فکر میکنم صحبت از 40 سال پیشه، یک چنین نقش رو با من، یک چنین تأثیر روی من گذاشت. و من خاطرم از تو اهواز این فیلم رو دیدم، نرفتم خونه، همینطوری رفتم تا حاشیه رودخونه کارون، اونجا توی ریورساید ساعت رو نشستم به رودخونه نگاه میکردم، افکارم میرفت جاهای مختلف، مثلا ممکن بود به سمت سوی کوسه های 1 متری رودخونه کارون بره، از اونجا مجدد برگردم به فیلم معما. حالا با یک تمرکز بیشتر میتونم بهتون بگم فیلم معما مسلماً الان در زندگی فکری من هیچ نقشی نداره. فیلمی بود که یک ملودرامی بود که خوب ساخته شده بود، تاثیرگذار بود و حاشیه های زیادی نداشت، ولی من نوجوان احتمالاً 18-19 ساله رو غرق خودش کرد. یک چنین حسی برای یک سازنده خیلی پر برکت، به نظر من پر برکت به این معنا که باعث تشدید انرژی من میشه، باعث رشد من میشه، من رو امیدوار میکنه و وسیله خیلی خوبیه برای تغذیه سازنده. قبل از اینم خوب در یک مواردی در ارتباط با فیلم آن سوی آتش چون این حرفایی رو شنیدم، آبادانی ها و بودن یا نبودن چون این حرفایی رو شنیده بودم، همینطور راجع به فیلم خانه پدری که شما الان فرمودید. همیشه هم اثراتش به شدت شیرین بوده، آنقدر قدرت داشته که ناکامی هایی رو که مثلا من ممکنه در ایامی باهاشون درگیر بودم، این بهشون غلبه میکرد. این انرژی به وجود اومده، چگونه به وجود میاد؟ مشکل عنوان کردنش مشکله. من بایستی به چیزی که همیشه بهش اشاره دارم باز هم نگاه کنم و از اون کمک بگیرم، و اون این که فضاسازی برای من همیشه یکی از مهمترین ستونهای فیلمی بود که می ساختم و می سازم و مسلماً هم خواهم ساخت. یعنی بر اساس فضاسازیه که کاملاً راضی میشم و باور میکنم که کار دشوار رو در فیلمسازی انجام دادم. چون مسلماً همونطوری هم که دقایق پیشتر گفتم، مفاهیم فیلم، مغز فیلم که باید مطرح بشه، اینا در درجه دوم اهمیت هستن. همیشه اشاره به فیلم سرگیجه آلفرد هیچکاک داشتم که موضوعش رو برای کسی شما تعریف کنید ممکنه تعجب کنه که این چطور ممکنه پایه‌ای باشه برای پیریزی یک فیلم بزرگ و شاهکار مطلق سینمایی. فرم، که این فرم از یک سری ابزار استفاده میکنه، یکشون مثلا همین فضا سازیست، شخصیت پردازیش، شخصیت پردازی که خواه نخواه کمک میکنه برای قابل باورتر شدن موضوع یک فیلم. براتون فیلم سرگیجه با موفقیت از این فرم استفاده میکنه و به موضوع به ظاهر پیش با افتاده خودش غنایی میبخشه که شما در نهایت اعتراف میکنید پس این موضوع ساده ای نبوده، یک موضوع پیش با افتاده نبوده.
از بین هزاران منظری که میشد اون موضوع رو دید، هیچگاه منظری رو انتخاب کرده که الان متوجه اهمیت اون مسئله میشیم. مسئله مطروحه در فیلم سرگیجه. این فضا سازیه، میخوام ببینم که شما روشتون چیه برای اینکه به این فضا سازی مناسب اون فیلمتون برسین. اصلا چجوری تشخیص میدین که این داستان باید چجوری فضا سازی بشه و از چه وسایلی استفاده میکنین برای این قضیه؟ اشاره کردم به چند موردش. برخی از این وجوه فضا سازی میتونه برگرده در قدم اول به جغرافیای مکانی که این فیلم در اون ساخته میشه. بیابانیست، کوهستانیست، خیابانیست یا مثلا ساختمانیست. به گونه بایستی طراحی بشه که تماشاگر این رو، من دائما تکرار میکنم، به نظر من یکی از ارکان اصلی فضاسازیست، به گونه که تماشاگر وقتی فیلمی در یک آپارتمان داره ساخته میشه، بیان که ما پیشا پیش تمام وجوه این ساختمان رو، آپارتمان رو به تماشاگر نشون بدیم، در پایان خودش احساس بکنه که در ساختمان برای ورود و خروج کدوم طرفه، از کجا میشه رفت پشت بون، از کجا میشه به دستشویی رفت، تمام این جغرافیا تو ذهنش حک شده باشه بدون توضیحات تصویری فیلم. و اینجاست که سینما مشکل میشه، اینجاست که بدون توضیحات این موفقیت رو به دست میاره که جغرافیا رو تو ذهن شما حک بکنه. وقتی جغرافیا حک بشه یک قدم بزرگ برداشته شده. و اینم که میگم لزوما نباید در یک فضای بسته باشه. همونطور که پیشتر گفتم در یک بیابان، یعنی اولین مورد رو بیابان عنوان کردم که اون بیابان رو هم ما باور کنیم. و اینم با عکاسی صرف میسر نیست. تصور نکنیم که تصاویر خوب و عکاسی درخشان میتونه این نقش رو بازی کنه، بسته به اینکه دوربین از کجا و چه چیزی رو ببینه. بعد ارتباط آدم هاست قابل باور باشن. خب از بازی بازیگران در فیلم های من عمدتاً رضایت داشتن و گاهی اوقات تو هم با تعاریف یک مقدار اغراق‌آمیز بوده که من همیشه توضیح دادم من اتفاقاً جزو کسانی نیستم که بتونم از چوب یا از سنگ بازیگر بسازم. در مورد چند تا از همکاران من این گفته میشه، من نمیدونم اونا موفق میشن یا نه، که البته کمی شوخیه این بازی با کلماته، ولی من اعتراف میکنم همچنین قدرت و توانی ندارم. چه میکنم که این بازی ها قابل باور باشه؟ شخصیتیست که داره ترسیم میشه. اگر این شخصیت به درستی ترسیم بشه و بعد از یکی دو روز بازیگر هم این رو دریافت کنه، انتظار ندارم در همون قدم اول، در همون روز اول، پلان اول این رو متوجه بشه، در عرض دو سه روزی فضای فیلم دستش بیاد متوجه بشه که این فیلم چه انتظاری از توان و تجربه و ظاهر ایشون داره، حرکات ایشون داره، بعد خود بازیگر متوجه میشه که چقدر راحت است و روان، راحت است و روان به این معنا که جدلی نداریم با هم دیگه. چرا؟ من تجربه داشتم و دیدم کسانی که دقیقا حساری دور خودشون میکشن، تصوری از این دارن که من یک بازیگر تحصیل کرده و با تجربه هستم، شناخته شده هستم و بایستی من هم حرفای خودم رو بزنم، من هم خودم رو اونچنان که تشخیص میدم نشون بدم. نه، من این میزان از آزادی رو قائل نیستم برای هیچ کس، چون همه ما از جمله خود من، چه در مقام نویسنده، چه در مقام کارگردان و چه در مقام مونتور، بایستی حد و حدودایی که فیلم داره میطلبه رعایت کنم، فیلم نامه داره میطلبه رعایت کنم، اگر چون فیلم نامه رو خود من نوشته باشم. بنابراین یعنی یه چارچوبی از اول برای فیلم در نظر گرفتین که از اون نباید یه چیز بزنه بیرون. آره، مهمترین مسئله این است که نبایستی به حاشیه بریم، بایستی از نقطه A تا B یا به قولی از 0 تا 100 ما تمام توانمون، تجربهمون، دانشمون، همه چیز در خدمت بیان و ترسیم اون باشه. قرار نیست که وسط راه که داریم در حال
بیان داستان هستیم به جاهای دیگه سر بزنیم. یه سری هم حالا به مثلا برخی از نابسامانی های موجود تو جامعه بزنیم، اونها رو هم بهشون بپردازیم تا فیلم غنی و غنی تر بشه. این یک اشتباه محضه. فیلم نه بلکه غنی تر نمیشه، بلکه رنگ خودنمایی پر رنگ تر میشه. خیلی زننده و آزاردهنده و یک عامل مهم برای اینکه شما بتونید به عنوان یک تماشاگر بعد از پایان فیلم بگید فیلم خوب بود اما یه کمی کشدار بود. خب وقتی توجه داشته باشیم اون کشدار بودن، در درجه اول به صحنه‌هایی می‌پردازه که ما رو از خط A تا B یا از همون 0 تا 100 داره منحرف می‌کنه. اینا همون بخشاییست که در بازنگری تدوین حتما باید حذف بشه. بعدش معلوم نیست وقتی حذف میشه در دورانی که متوجه شدیم فیلم کشدار یا خسته کننده یا سنگین هست، چه تبعات منفی ممکنه در ساختمان فیلم به وجود بیاره. ممکنه یک موضوعی از همون خط محوری فیلم یک پاش روی دوش یکی از اون صحنه های حاشیه‌ای باشه که با حذف اون حالا این پا هم تکیه‌گاهی نخواهد داشت، یک چیزی زیر پاش حس نخواهد کرد. این حساسیت دلیل این میتونه باشه که شما خودتون مینویسین، خودتون کارگردانی میکنین، تدوین میکنین، یعنی این که این چارچوبه رو میخواین، اون دیدی که به فیلمتون از اول دارین رو میخواین حفظ کنین، ممکنه کنترل میخواین داشته باشین. از منظری جواب مثبت بدم، از منظری دیگه نه، لزومی هم نداره که حتما و حتما فیلم نامه نوشته و تألیف خودم باشه. من اگر فیلم نامه رو بخونم احساس کنم که این در این مقطع کاریم، زندگیم، سنیم میتونه یک گمشده باشه که حالا دیگری با استفاده از توان و استعدادش به من عرضه کرده، چرا بایستی مقابله کنم باش؟ خب کمتر برخورد کردم البته، اما با استفاده از این صحبتی که شما شروع کردین ناچارم برگردم فلشبکی بزنم به حتما دوران آغازین. خیلی خیلی عقب بر نمیگردم، از زمانی بر میگردم که مثلا 10 سالم بود و تو کلاس نشسته بودم داشتم نقاشی میکردم. منم مثل بچه های درس نخون همیشه ته کلاس بهترین جا بود برای من، اونجا نشسته بودم. در طرفین من هم یادمه که عمدتاً ته کلاس اقلیت های مذهبی رو یا مسیحی، آسوری یا آشوری و زرتشتی ها بودن و در طرفین من مثلا یادمه یک پسر آسوری بود و یک پسر یهودی. داشتم نقاشی میکردم بله داشتم نقاشی میکردم و سایه معلم رو روی دفتر درس و مشق خودم دیدم، عکس قطار داشتم میکشتم یادمه و بعد سر بلند کردم و دیدم معلم مهربانمون که من هم دوستش داشتم بالا سر من استاده و داره به نقاشی من نگاه میکنه. ترسیدم ازش و بعد تعجب میکردم که من که ارتباط خیلی خوبی با این معلم داشتم چرا ترسیدم ازش. متوجه بعدها بزرگتر شدم متوجه شدم این یکی از قواعد فیلم سازیست دیگه. شما میخواید یک نفر رو تهدید کننده و قوی نشون بدین، دوربین رو میذارید پایین که سنگینی اون رو از بالا روی دید خودتون که تماشاگر دید تماشاگر باشه حس بکنید. این حس در اون 10 سالگی من خیلی خیلی محسوس بود، برای من به یادگار گذاشته شد و بعد این ادراک در سالهای بعد شاید مثلا 8-9 سال بعد برام خیلی قطعی شده بود که علت ترس من از اون معلم همین بود که از پایین داشتم اون رو بالای سر خودم میدیدم. یا مثلا مقوا رو برمیداشتم لوله میکردم میرفتم و پشت پنجره از پشت بون وای میستدم به عبور و مرور مردم نگاه میکردم.
اصلا فکر نمی کردم که در سینما وسیله هست به اسم منظره یا ویو فایندری که کارگردان با اون میتونه چیزایی که قرار است فیلم برداری بشه، زاویه دوربین، لنز، جای دوربین، اینها رو بخواد با این شناسایی بکنه. هیچ شناختی از یک چنین وسیله‌ای در سینما نداشتم، اما دیدن حرکت یک آدم در طول خیابان از درون اون مقوای لوله گرد شده برام همیشه جذابیت داشت. خیلی این کار رو میکردم، به هر چیزی، مورچه‌ای رو میدیدم، اگر چیزی، کتابی، دفتری، مجله‌ای دستم بود لولش میکردم و سعی میکردم که با اون حرکت مورچه رو نگاه کنم، یا زنبوری روی گلهای حیاتمون نشسته بود. همه و همه من رو در واقع داشت در معرض یک آزمونی قرار داده بود که انگار تصویر برای من یک اهمیت ویژه‌ای داره. اونچنان که حالا در این سن با قاطعیت میگم که اگرچه از دیالوگ فرار نمی کنم، دیالوگ زیاد، ولی تحت هیچ شرایطی نبایستی داستان رو حتی یک نیم قدمش رو اون دیالوگ ها پیش ببرن. اون دیالوگ ها بخشی از فضاییست که داره خلق میشه، برای اینکه شرایط محاوره بین آدم ها که خیلی امر طبیعیست در دنیای واقعی، به دلیل تصویری بودن فیلمم یا اصرارم یا علاقم به تصویری بودن فیلم، حذف نشن، تبدیل نشن به یک اصل کاملا فرمالیستی و اغراق‌آمیز. خب من مخالف سرسخت سیگار هستم و یک زمانی فکر میکردم که نباید اجازه بدم تو فیلم های من سیگاری دود بشه، ولی خیلی زود متوجه این نکته شدم تو اگر میخوای واقعیت رو قلب کنی، بله، در این جامعه که تقریبا نیمیشون سیگاری هستن، نمیتونی سیگار رو حذف کنی، به پرسوناج روی لب پرسوناجت نذاری. با اندوه ناچار شدم که اگر ضرورتی داره سیگار رو روی لب بازیگر من، پرسوناج من بذارم. همونطوری که مثلا همفری بوگارت، اصلا تجسمی ازش ندارم که سیگاری روی لبش نباشه. جالبه که انگار از اون موقع، از همون 10 سالگی سینما داشته میکشونده شما رو سمت خودش. اینا ناخودآگاه تو اتفاق میفته؟ نه، از همون موقع شما عاشق سینما بودی؟ حتما از ناخودآگاه بوده. خب من به سینما خیلی علاقه داشتم. در فاصله 2-3 دقیقه خونه ما حدوداً 5 تا سینما بود. اگر از خونه خارج میشدم به سمت راست میرفتم، خیابان 24 متری اهواز، مهمترین سینمای اهواز اونجا بود، سینما ساحل. سمت چپ میرفتم خیابان 30 متری، سینما کارون اونجا بود. یعنی با واقعا با فاصله 2 دقیقه تا 2 دقیقه و نیم به این دوتا سینما میشد رسید. اگه مستقیم میرفتم به خیابان پهلوی اهواز میرسیدم و 3 تا سینما در فاصله چند قدمی هم دیگه بودن. سینما پارس که بعدا شد آپادانا، سینما دنیا که متعلق به پدر من بود، و سینمای ایران که بعدها شد آریا. چه فیلمایی اکرام کردن؟ خب عمدتا بانجول بودن فیلم ها، ولی گاهی اوقات هم فیلم های خوبی رو میشد اونجا دید. حالا معما به منزله یک فیلم خیلی خوب محسوب نمیشد، ولی فیلمی بود که در قیاس با اون خود اولاتی که نمایش داده میشد، خب یک فاصله خیلی عالی داشت. فیلم های معروف و بزرگ اون دوران هم نمایش داده میشد. بن‌هور نمایش داده میشد، السید نمایش داده میشد، دکتر ژیواگو و امثال اینها. و البته گاهی اوقات فیلم های درخشانی هم بودن، اما وقتی درخشان میگم، سال گذشته در مادیان باد نبود که مثلا نمایش داده بشه. فیلم های از هیچکاک یا دلیجان فورد، ریو براوو، هاکس، این ها نمایش داده می شد. همشهری که نمایش داده نشده بود، ضمن اینکه مثلا من 3 سال پیش که این فیلم رو دیدم، 4 سال پیش، در تعجب بودم که چرا این فیلم چندین دهه است در رأس تاریخ سینمای بشره. سر در نمیارم. به نظر می رسه که مرعوب کرده و این مرعوب کردن تا الان هم ادامه داشته. به هر حال من پدرخوانده رو در اهواز
پیش از انقلاب روی پرده سینما دیدم. جدی؟ موارد اینچنانی به هر حال وقتی یک فیلمی شهرتی خیلی زیاد داره خواه نخواست میاد نمایش داده میشه. در یکی از محلات فقیرنشین عواز به اسم اون موقع حداقل فقیرنشین بود و عرب نشین به اسم خزعلیه، یک سینمایی بود به اسم سینما مهتاب که اینم بعدا شد مولان روش. یک سینمای درجه دو سه بود که مثلا برای شرایط نشستن فیلم دیدن از نظر صوتی از نظر تصویر چندان جالب نبود، ولی صاحب این سینما یک آدم عاشقی بود، یک سینفیل مطلقی بود. چون ما بچه های سینمای آزاد اهواز یکی از مشتریان دائم اون سینما بودیم، حداقل 15 نفر تا 20 نفر با هم خبردار می شدیم. مثلا یک فیلم خوب روی پرده اون سینماست، دست جمعی با هم بلند می شدیم می رفتیم اونجا و اون زمان بلیط های درجه یکش روی صندلی های آهنی که اون هم سر تا سر به هم متصل بودن که مثلا اگه یه نفر می خواست یک حرکت زیادی به کمر خودش بده ممکن بود صندلیش همراه با مثلا 30 تا صندلی آهنی به هم جوش خورده همه با هم چپ بشن. ما گاهی اوقات به یمن علاقه یک آدم خوش‌ذوق و شریف، شریف از این نظر که اون آدم میدونست در اون محله این فیلم ها فروشی نخواهند داشت، میتونست فیلم هندی بیاره، فیلم عربی بیاره و هر فیلم دیگری از همین بنجل هایی که موسوم به فیلم فارسی بودن رو بیاره و سینماش نذاره این چون این خالی باشه. این به نظر میرسید به خاطر عشق خودش به سینما و به آثار درست سینما چون این فیلم های رو انتخاب میگه. ما هرگز اونجا فیلم بد ندیدیم، چند سالی رو مشتری اونجا بودیم. مثل اینکه صاحب اون سینما من بعدها که تحقیق کردم آقای جعفری نامی بود که امیدوارم هر جایی که الان هستن هر جایی که هستن واقعا سلامت باشن. چقدر نازنین بود یک چنین اتفاقی در یک شهری مثل اهواز. ما از سینماهای اصلی اهواز خیلی زیادی نمیدیدیم که این سینما مهتاب یا مولان روژ بعدی به ما این امکان رو میدید. به ما عشاق سینمایی که در کانون سینمای آزاد فعالیت میکردیم، یعنی این شخص اگر اسمش درست گفته باشم آقای جعفری خودش شاید نمیدونه که چه نقشی در پرورش ما ایفا کرد. پرورش چیز داره مثلا 40-50 نفر فیلمسازان آماتور اهواز، چه در گروه سینمای آزاد چه در گروه سینمای جوانی که وابسته به وزارت فرهنگ و هنر اون سالها بود. تأثیر اون فیلم دیدن ها چی بود دقیقا؟ یعنی استفادهی که شما ازش می بردین غیر از اینکه حالا لذت می بردین از دیدن اون فیلم ها و عشقتون؟ یاد می گرفتیم. یک جوان وقتی کتابی رو می خونه به اعتقاد من اندک قدش بلندتر میشه. قد فیزیکی نمیگم، منظورم رشد فکری است، دیدی است که بایستی هر آدمی داشته باشه. نه لزوما بخواد فیلم ساز بشه یا بخواد یک ادیب بشه. برخی از بچه های فامیل همیشه میگفتم کتاب بخونید، کتاب باعث بلند قدتر شدن شما میشه. اونا هم میدونستن که منظور من این نیست که قدشون مثلا از 1.70 به 1.71 برسه و بی تأثیر هم نبود. خب خود ما هم در اون دوران در چنین شرایطی وقتی این فیلم ها رو میدیدیم، وقتی کتاب های خوب رو میخوندیم، طبعا کامل تر میشدیم، طبعا رشد میکردیم، به خصوص برای ما که میخواستیم در آینده فیلم ساز بشیم. توی اون دوره اون فیلم هایی که میدیدین کارگردان یا فیلمایی هستش که بگین روتون واقعا روی فیلم سازیتون الان هنوزم بتونین حس کنین تأثیرشو؟ خب آدمی مثل آلفرد هیچکاک به هر حال این نقش رو همیشه خوب ایفا کرده، به خصوص برای من. اما کارگردانانی که بالقوه میتونستن روی ما تأثیر بذارن، به عنوان مثال ژان رونوار، روبر برسون، حتی آدمی مثل جان فورد یا هاکس، کمتر موفق میشدیم آثارشون رو ببینیم. از سینمای ژاپن که هیچی. من اون سالها یادم در مجله ستاره سینما یک مطلب دامنه‌داری بود، اگر اشتباه نکنم آقای خورسند ترجمه کرده بودن یا یک کسی دیگری، ترجمه بود از
یاسوجیرو اوزو. من این مطلب طولانی رو مثلا در طی شاید 20 هفته در مجله ستاره سینما می‌خریدم و می‌خوندم به صورت پیوسته. شیفته این کارگردان شده بودم بیان که یک فریم از فیلم‌هاش رو دیده باشم یا حتی یک تصویری از چهره خودش دیده باشم یا یک عکسی از فیلم‌هاش، فقط مطلب خالی بود. خب شیفتش بودم و آتش برای اینکه فیلم مثل داستان توکیو رو ببینم یا اگر اشتباه نکنم آخر پاییز، حالا اگه غلط میگم شما خودتون به نحوی اصلاح کنید، و فیلم هایی رو که این کارگردان بزرگ ژاپنی ساخته بود. این واقع‌گرایی که تو کارتون هست، این نزدیک بودن به زندگی واقعی رو میشه گفت که یکم به اون مربوط میشه به اوزو؟ بعید میدونم، اما همه چیز به صورت نامحسوس به هم پیوسته است دیگه. ببینید این واقع‌گرایی شاید ریشه در این داره که من از بچگی که میگم مثلا 8-9 سالم بود، وای میستدم جلوی خونمون به خیابان بختیاری اهواز، به ردیف تیرای برق نگاه میکردم و ناراحت میشدم که چرا اینا درست در یک ردیف کاشته نشدن، چرا اینا یکشون عقب یکشون جلو یکشون کج یکشون چوبی یکشون سیمانی. اینا اذیت هم میکرد، کثیف بودن خیابان ها، آسفالت های واقعا مندرسی که خیابان ها داشتن، پیاده راه های نادرست، پیاده روی که دائم میرفت بالا میامد پایین، که خیلی طبیعی است که انسان ترجیح بده از تو پیاده رو حرکت نکنه بیاد توی خیابون راه بره و خطراتی رو هم به جان و دل بپذیره. بوق زدن ماشین ها، رانندگی ها، آب دهن یا آب بینی به خیابون انداختن، بلند صحبت کردن، رفتارهای ناهنجار، همه من رو اذیت میکرد. این نشون میده که توجه زیادی داشتم به مسائل پیرامونی خودم. هیچ رسالتی احساس نمیکردم، هیچ رسالتی، ولی اذیتم میکردن اینا. خیلی طبیعی است با یک چنین نگاهی وقتی من رشد میکنم، مثلا تو سن 12-13 سالگی بلند میشم به جاهایی دور از خونمون میرم، مثلا میرم به خزعلیه، مثلا میرم به کوی کارون، زیتون کارگری، آخر آسفالت. خب اینا از خونه ما دوره و من الان هم حتی در این سن جرأت نمیکنم توی تهران جاهایی رو که قبلا نرفتم یا دور هستن رو به تنهایی آزادانه بتونم برم توشون گشتی بزنم. همیشه یک ترس، خوف، محافظه‌کاری وجود داره، ولی اون موقع به دلیل این گرایش افراطیم نسبت به دیدن ناهنجاری های موجود تو شهرم که انگار برای خودم خوراکی درست میکردم که آزرده بشم، اذیت بشم، ناراحت بشم، میگشتم میومدم. خب مادر منم یا پدر منم گریبان منم میگرفتن کجا بودی؟ حالا من توضیح بدم، مثلا رفته بودم آخر آسفالت یا لشکر آباد یا زیتون کارگری که خب حتما محدودیت برام قائل میشدن. تو تنهایی رفتی اونجا؟ یکم برگردیم به جاهایی که داریم از مدار خارج میشیم. اشکالی نداره، چون به نظر من اینا همه میدونین یه چیزی که من خیلی جالبه اینه که یه کارگردان، یه فیلمساز چه زندگی داشته که میشه اونو کاملا ربط داد به آثاری که خلق کرده. یعنی الان شما دارین اینا رو تعریف میکنین، من دارم همین دیتیل ها رو توی فیلماتون مرور میکنم تو ذهنم، میدونین که چقدر حتی اون آدم هایی که تو بک‌گراند دارن رد میشن چقدر واقعی هن. یعنی چقدر مثلا اون جایی که تو فیلم آبادانیا پله میاد که بره بگه ماشینم رو دزدیدن، یه پسری با کتاب داره رد میشه، کتاب میخونه رد میشه، از اون پشت میاد بالا. و من وقتی این فیلم رو میدیدم گفتم که چجوری طراحی میشه اینا، این محیطه چجوری طراحی میشه، این آدمایی که توی فروشگاهن، میدونین اون جایی که توی حومه شهر آخر فیلم میرن این تیرای چراغ برق هستش، میگم این چجوری تخیل شده؟ قطعا یه جایی یه چیزی شبیهش دیده شده. حتما باید اینطوری باشه. دقیقاً برای همین میگم این زندگی که شما داری تعریف میکنی، اون بچگیه که برمیگردین، من خودم دارم تو ذهنم هر کی که اینو گوش بده ربطش میده به اون آثار شما، این کانکشن رو ایجاد میکنه. میخوام ببینم که پس درسته که هرچی آدم تجربه تو زندگی بیشتر بکنه
مساله از اون ور واسه تعریف کردن داستان بیشتر داره. من اساسا خودم رو به عنوان کارگردان سینما سوا از پیرامون خودم نمی‌بینم. من این رو بارها گفتم و همیشه هم روش تاکید داشتم، نه من، همه کسانی که دارن فیلم می‌سازن، همه اونهایی که دارن داستان می‌نویسن، شعر میگن، موسیقی می‌سازن، ما از جامعه خودمون، از پیرامون خودمون چیزهایی رو دریافت می‌کنیم و اینها رو بعد از یک پالایش مجدداً به همون جامعه میدیم که اینها رو به ما سپرده. بنابراین من فکرم خاموشش کردم. بنابراین اون چیزی که قطعی است اینه که بدون ارتباط با پیرامون خودمون نمیتونیم فیلم بسازیم، به خصوص اگر یک محیطی رو، یک فرهنگی رو، یک مردمانی رو و یک جغرافیایی رو بشناسی، در اونجا بالیده شده باشی، طبیعتاً نتیجه بهتری عاید خواهد شد. اشاره میدم به فیلم هایی که مثلا غرب، هالیوود به خصوص، در شرق ساختن با بیگانه ترین نوع نگاه به اون محیط و اون فرهنگ. حالا هر چقدر هم که هوش مصروف درست در آوردن اون صحنه ها شده باشه، باز هم کار اونچنان که مثلا سطح جترایی داره کشور خودش رو، فرهنگ خودش رو تصویر میکنه نخواهد بود. رودخانه رو شما دیدین دیگه؟ بله. آقا من ولی خاموشش کردم. آها، الگوی رو باید تصویر کنم بعد خاموش بشه. بعد رودخانه مال رانوار بوده، جان رانوار که در هند گرفته بود. فیلم فوق‌العاده است ولی در نهایت نمیتونه کاری باشه که کوروسا از بخوام استراتژیت رای انجام میده در هند. وقتی پاراجونوف داره وادی خودش رو تصویر میکنه، هیچ کس نباید قاعدتا بتونه بهتر از اون تصویر کنه، البته مشروط بر این که این شخص یا ستجیت رای یا پاراجونوف یا مثلا داوچنکو که اوکراین رو، همیشه فرهنگ اوکراین رو به جذابترین شکل ممکنه چنان نشون میده که من به عنوان یک تماشاگر فکر میکردم من هم یک اوکراینی هستم، استعدادی داشته باشه که بتونه از این غنای فرهنگ خودش بهره ببره. این خیلی مهمه. فقط و فقط این که یک نفر بومی فیلمی بسازه شرط نیست، شرط اولش غنا، توان و استعداد و آن اون شخصه. آنی که میگم بعداً راجع بهش صحبت باید بکنم، این آن چیه. بله، به این گونه وقتی فضایی رو من موفق میشم با ذکر جزئیات، نه همه جزئیات، تا اونجایی که اون هم تبدیل بشه به نوعی خودنمایی که من بخوام نمایش جزئیات رو اصل بدونم، چون بر این باور هستم یا یک جایی خونده بودم سالهای پیش، به یاد ندارم که کسی که به جزئیات زیاد میپردازه احتمالاً میخواد یک اصل کلی رو پنهان کنه. تسلط کاملش رو به یک مسئله‌ای که داره مطرح میکنه شاید میخواد پنهان کنه. هنوز اون تردیدها رو در ارتباط با بیان مسئله مطروحش، اون چیزی که تو ذهنش هست، داره که سعی میکنه با این فریب در واقع تماشاگر رو به انحراف بکشونه. به رغم اینکه اینها رو دارم خدمت شما میگم، اما خود من واقعا به جزئیات تا جایی که به موضوع من کمک بکنه، نه اینکه جزئیاتی خارج از چهارچوب داستان موضوع بخواد مطرح بشه. یادم سالهای پیش از انقلاب یک فیلم فرانسوی دیدم که ایو مونتان جزء اون گروه کارگاهایی بود که در اداره پلیس بودن و این برای من اون موقع که مثلا 17-18 سالم بود یا شاید 20 سالم بود جذاب بود که یک فیلمی به مثلا سرماخوردگی پرسوناجش پرداخته. ایو مونتان داستان
بین مثلا دو تا بازیگری که جلوتر هستن داره سپری میشه، بعد مثلا کنارشون یا پشترشون این ورشون و ورشون ایو مونتان دستمالو در میآورد، بینی خودشو پاک میکرد، سرفه میکرد و من خوشم میومد از این نگاه. میگفتم چقدر خوبه که از این وجوه انسان که همیشه تو سینما پنهانه استفاده کرده. و در پایان فیلم متوجه شدم که این فقط یک خودنمایی بوده، برای اینکه فیلم از منظر شخصیت پردازی مقداری متفاوت نشون داده بشه، نقشی توی داستان نداشت. به راحتی میتونست یک عنصر مزاحمی به نام سرماخوردگی ایو مونتان حذف بشه و آب از آب تکون نخوره و برای تماشاگرانی مثل من انتظارات و توقعاتی پرورده نشه که در نهایت وقتی برآورده نمیشه دلخور بشم. بعید میدونم که سنم بیشتر از 20 سال بوده باشه وقتی که این فیلم رو دیدم. یادم نیست کدومی که فیلماش بود. این جزئیات بدین گونه است، جزئیاتی که بتونه کوچکترین نقشی رو در پیشبرد موضوع فیلم یا فکر سازنده ایفا کنه. در غیر این صورت خودنماییه. یک مثالیست، من نمیدونم این قابل پخش خواهد بود یا نه، مثالیست معروفه، میگن که طرف خود عیسی رو ول کرده، منظور حضرت عیسی است، داره دم خرش میبوسه به عنوان نمایش ارادت. بدین گونه است این نمایش جزئیات که متاسفانه الان تو سینما ایران چند سالی هست مد شده، به نظر من در قالب موارد از اون جنبه های خودنمایی بهره گرفته. توی در واقع همین بخوام باز به فیلم های خودتون برگردم، برای شما دغدغه داستانگوییه یا نه دغدغه یه موضوعیه، یه مسئلهیه که در براش در واقع داستانی رو طراحی میکنین؟ نکته شما... مهمیه این. بله نکته مهمیه. بعض وقتا داستان بوده ولی عمدتاً چنین نبوده. عمدتاً بدین گونه بوده که من در کتاب سوشون وقتی خوندم این رو، بخش پایانیش برای من خیلی جذاب بود. زهرا در سوگ یوسف شوهر خودش عزادار بود و وقایعی در همون بخش پایانی این رمان ارزنده اتفاق می افتاد. خب الان زیاد خاطرم نیست ولی گرایش زیادی داشتم. من چند بار این رمان رو خوندم فقط به خاطر اینکه به پایانش برسم، به سوگ زهرا در غیاب شوهرش یوسف. بعد فیلمی مثل شبه کژدم از اون وقایع خیلی عجیب زندگی فیلمسازی من بوده. عادت داشتم تو همین منطقه که الان اینجا هستیم، خونه منم اینجا بود و شبا قدم میزدم، قدم های طولانی، ممکن بود یا 3 ساعت من قدم بزنم. یک شب در حال قدم زدن ناگهان انگار یک کاستی توی مغز من کار گذاشته شد. در عرض چند لحظه من تمام داستان فیلم رو که بعدن ساخته شد به اسم شبه کژدم رو دیدم. و جالب اینه که حسن رضایی رو هم برای ایفای اون نقش حسن خوف دیدم. حسن اکشن کار باز میخوام حسن اکشن کار توی اون فیلم دیدم. همزمان که خوشحال بودم یک چنین موضوعی با تمام ظرفیتاش و با تمام چهارچوبش، آغازش، پایانش مجانی ظاهرن به من داده شده و حتی بازیگی یکی از بازیگرهای اصلیش رو هم تعیین کرده و به من فهمونده، یعنی حسن رضایی، خب که بلافاصله هم همون موقع نگرانی داشتم که آیا حسن رضایی ایرانه، اصلا زنده است، اصلا میشه پیدا کرد این آدم رو که اون موقع خب بازیگر خیلی فعالی بود ولی نقشای بسیار بسیار بسیار, بسیار کوتاه بازی میکرد دیگه، از دایره هنروران فاصله گرفته بود، گامی جلوتر گذاشته بود که اون هم اون موقع در حد گفتن یک دیالوگ بود، در حالی که پشتوانه خیره کننده ای داشت. حسن رضایی به عنوان یک آن چیزی رو که در بطن خودش داشت به عنوان یک بازیگر که بعدا با فیلم شبه کژدم، آبادانی ها، شاخ و گاو خودش نشون داد این توان عجیب. بعد خب عرض کردم که دیدم که انگار یک موضوع، یک سناریوی به صورت مجانی به من داده شده.
اما و بلافاصله برگشتم خونه به سرعت که فراموش نکنم. حالا مثلا فرض کن ساعت 3 صبح رستم خونه، رفتم پشت میزم نشستم، شروع کردم به نوشتن اون چیزهایی که توی اون کاست بوده. وحشت این رو داشتم که اگر غفلت کنم یا یک چیزایی از ذهنم خارج بشه. خوب خاطرم هست که تقریبا من 2 روز رو از پشت میزم جمع نخوردم الا نوشتن. زن من نگران شده بود و عصبانی بود که خب فرصت حتما خواهی داشت. و بالاخره تموم که شد نفسی کشتم که به دام انداختمش، دیگه نمیتونه فرار کنه. فرار به معنی فراموشی. بعدها وقتی که این صفحات رو که نوشته بودم میخوندم، دیدم نه، اینا مجانی نبودن، اینا بی مورد ذهن من خطور نکرده، اینا رایگان نیستن، اینا در واقع بهاییست یا تجاربیست یا دورانهاییست که من در طی دوران فیلمسازیم از حتی همون 10-12 سالگیم دیدم، طعمشون رو چشیدم، اگر ناکامی بوده تحملش کردم، اگر یک جور مثلا بهروزی و پیروزی بوده بهرش رو بردم، قند و دلم آب شده، تمام گذشته من بوده این فیلم به نفع. بجز اون الیناسیونی که اتفاق میفته و جهانگیر الماسی سناریو رو پیاده میکنه، شاید در سطوح کوچکتر من یک جور این کاری کردم که هیچ وقت بهش فکر نکردم. الان پشت این میکروفون دارم فکر میکنم که بهتره یک فرصتی رو هم بذارم به این فکر کنم، ببینم آیا من در ارتباط با موضوعاتی که مثلا موفق نشدم کاری کردم یا نه. الان دارم کم کم به این نتیجه میرسم ظاهرن یک چنین تجربه‌ای رو من هم داشتم، منتها نه در این ابعاد، یعنی سرقت از یک جواهر فروشی، شاید در سطوح خیلی کوچیک بچگانه و بسیار بسیار خصوصی. بعد نوبت میرسه حالا به آنسیاتش. مگر میشه شما متولد اهواز باشید آسمان رو هیچ وقت سیاه نبینید؟ شبها همیشه بوی شیرین نفت رو زیر در مشام خودتون داشته باشین و فقط چند تا ستاره خیلی سمج رو تو آسمان قرمز اهواز دیده باشین. و بعد به زیتون کارمندی اهواز و زیتون کارگری هم رفته باشی، اونجا یک زندگی مدرن مثلا شبه اروپایی رو توی زیتون کارمندی دیده باشی، چند قدم اون طرفتر در زیتون کارگری دخترهای عربی رو دیده باشی که 8-9 تا دیگ رو رو سرشون گذاشتن که به تدریج دیگ دوم، سوم، چهارم، پنجم همینطور کوچکتر میشن که مثلا دیگ بالا بالایی ممکنه بنزه یه پیاله باشه حتی، که ماست یا شیر میبرن به این ور اونور میپوشن، خلخالی به مچ پاشون بستن با لباسای رنگی خودشون. مگر میشه شما در اهواز به دنیا اومده باشی، اونجا زندگی کرده باشی و بعد به آتیشا در 20 کیلومتری اهواز اغلب رفته باشی اونجا و در سطح زمین ثروت رو میبینی که مشتعل هست، همون فلرهای همیشه سوزان گاز، و بعد میدونی که این عزم میخوام این در زیر زمین، این ثروت در زیر زمین الان نشانه کوچیکی از اون رو که همون مشتعل بودن آتیش هست میبینی، ولی در سطح زمین فقر مردم رو ببینی. مگر میشه غیرت داشته باشی و این تناقض رو ببینی؟ کاملا به شما و شنوندگان شما حق میدم که اینها رو به حساب شعار دادن من بذارن، ایرادی نداره، ولی بذارین بگم که بله، من نوجوان آزرده میشدم که وقتی فقر رو میدیدم، من نوجوان خوشحال میشدم وقتی میدم که سرزمین من چه غنایی داره، چه ثروتی داره، و بعد اندوهگین میشدم زیر در نهایت میدم که اینا به هم جمع نمیشن، این دوتا با هم دیگه فاصله دارن. مگر میشه در چنین شرایطی تو زندگی کنی و بعد فیلم آنسیاتش رو نسازی؟ زمانی یکی از منتقدین ضمن اینکه فیلم رو در اون سال نمایشش در جشنواره سال 66 بود به عنوان فیلم برگزیده خودش در اون جشنواره معرفی کرده بود و حتی فراتر از این اون سال هم حرکت کرده بود راجع به تایید این فیلم، اما اشاره کرده بود به اینکه اشکال فیلم آنسیاتش در این بود که سرشار از سمبول بود. خود آتیشا به نحوی به عنوان سمبول تلقی می‌شد، بیماری پرسوناژمون دندان درد شدید مرحوم خسرو شکیبایی، خسرو شجازاده عزم خواهم، یا دکل‌های برق، رودخونه کارون. بعدها شاید 20 سال بعد بهشون گفتم که دوست گرامی من،
من در زمان تدوین این فیلم فقط به فقط حذف نشانه کارم شده بود، برای اینکه از یک چنین استنباطی میترسیدم، ناچار بودم دیگه اینها رو حفظ کنم، برای اینکه اینا برداشته میشد معنا و مفهوم فیلم دیگه نابود شده بود، فیلم توهی میشد. در مکانهای اتفاق میفته که بایستی مظاهر اون مکانها تصویر میشد دیگه، آتش، تکلهای برق، رودخونه کارون، آب. و پس این فیلم آن سیوتش رو میگم ننشستم فکر کنم که حالا بهتر است راجع به یک موضوعی که میتونه اهمیت داشته باشه، نفت، فیلم میبسازم. یه دردی انگار تو وجودتون بوده که اون بایستی ساخته میشد که خلاص بشم ازش. اینه کسی که یک غمبادی داره تا اینو برای کسی تعریف نکنه ممکن راحت نشه، ولی تعریف که میکنه نفسی میکشه، احساس میکنه سبکتر شده. بعد نوبت میرسه به مثلا آبادان. همیشه هم جوری بودین؟ اغلب کارها نوبت میرسه به آبادانی ها. چند سال قبل از اینکه آبادانی ها ساخته بشه یک مسئله داشتم. مسئله من یک سوالی بود، اینکه چرا بشر متولد شده که این همه ستم رو تحمل کنه، این همه بدبختی رو تحمل کنه. این برای من، برای اینکه تبدیل به شعار نشه، بیش از اون که بگم غم انگیز بود فکر کردم به این موضوع، حیرت انگیز بود، تعجب میکردم برای چی بایست این مخلوقات متولد بشن به دنیا بیان که این همه مشقت رو تحمل کنن. شاید این فکر از اونجایی بود که یک شب ساعت مثلا 11 و نیم شب یک پیکانی رو که مسافر کشی میکرد دست بلند کردم، سوار شدم و من برسونه به مقصدم در میرداماد. پیر مرد کاملا نخنمایی پشت رول نشسته بود، داشت راندگی میکرد با چشمایی که من همش مواظب بودم که مبادا بخوابه الان پشت رول. شاید اینجا آغاز این فکر و این سوال بزرگ بود که این الان باید کنار خانوادهش باشه با این سن سال، بایستی الان در حال استراحت باشه، خواب باشه، لذت بردن از زندگیش باشه، از عایداتی لذت بردن، از عایداتی که در طی عمرش عایدش شده، حالا ذخیره شده، مثلا داره به عنوان یک بازنشسته کار میکنه. چرا باید این بدبخت الان پشت رول باشه ساعت 11 و نیم نزدیکای 12 شب؟ احتمالاً اینجا انگیخته شدم برای اینکه به این وادی پا بذارم که انسان برای چی باید به دنیا بیاد که این همه مشقت رو تحمل کنه. و این همراه من بود و بود و بود تا یک روز ماشین باجناق منو یک پیکان بود دزدیدنش. بعد از دو سه ماه پیدا شد. ایشون آرشیتکت بود، مسافرکشی با ماشینش نمیکرد، یا وابسته از نظر معیشتش وابسته به اون پیکان نبود. گفت که ماشین پیدا شد تو آگاهی کرجه. گفتیم با هم بریم فردا. با هم رفتیم اونجا، بعد ماشین شیر به یلدو مشکمی شده که چیزایی به درد خورش که ماشین میتونه حرکت بده در ورده بودن آقایون دزدا. مثلا دلکو در اومده بود، شماش در اومده بود، پخش صوتش در اومده بود و حتی چرخاشو در ورده بودن. اوراق شده بود. اوراق. به این داشتم فکر میکردم که راستی یعنی باجناق من با این ماشین مسافر کشی میکرد، رزق روزیش رو با این ماشین به دست میورد، چی به سرش میامد؟ خودش خندش کرد رو دیدن ماشینش که به این حال روز افتاده. به هر حال به یه نفر گفتیم بیاد یه سری خرید مرید بکنه، ماشین رو راه بندازه و بیارتش تهران با خودش. این قدم بعدی بود برای شکل گیری آبادان، که اگر این با ماشینش کار میکرد چی به سرش میامد. حالا یک موضوعی تو ذهن من شکل گرفته بود که آبشخورش اون سوال مهم من بود و ساختمانش همین دزدی ماشین. بعد خب این ماشین اگر متعلق به یک جنگ زده آبادانی بود، به مراتب به یک هزار توی خیلی مخوفتر پا گذاشته بودیم که یک روز خسته و کوفته چند ماه بعد بود از بیرون اومدم خونه، غذا ماکارونی بود، اونقدر گرسنم بود که شروع کردم قبل از اینکه برم دستشویی، قبل از اینکه دستامو بشورم، قبل از اینکه کار دیگه انجام بدم، لباسی در بیارم، تون تون شروع کردم به خوردنش با وله. در حال خوردن با اون وله یاد برونو افتادم در فیلم آبادانی ها.
باز میخوام دزدان دوچرخه. یاد برونا در فیلم دزدان دوچرخه ویتوریا دسیکو افتادم که وقتی اون اتفاق میافته و پدرش فکر میکنه که این، اول پدرش تنبیهش میکنه و بعد پسر قهر میکنه میره یه گوشه میشینه برای خودش، پدر نمیبینه تش و بعد دویدن مردم رو میبینه، پدر به سمت رودخونه. چی شده چی نشده؟ یک بچه غرق شده. این فکر میکنه بچه خودشه، وحشت زده، فکر میکنه که مبادا بچه من بعد از اون تنبیهی که من کردم مثلا خودش انداخته توی آب یا چیز دیگری. بعد هراسان اونم همراه با صدها آدمی که داشتن به سمت رودخونه میدویدن میدوه و یهو بچه‌ش رو میبینه که اونم جزء دوندگانه. خوشحال میشه، دستش میگیره و از خوشحالی به رغم اینکه جیبش خالی خالی بود ترجیح میده که برن یک رستورانی بشینن با بچه‌ش، که رستورانی که اصلا به تصورش نمیکرد روزی وارد همچین رستورانی بشه و پولی بخواد خرج کنه. جشن میگیره بابت زنده بودن پسرش و احتمالاً ملامت خودش بابت رفتاری که با پسرش داشته و بقیه قضایی که شما حتما دیدید فیلم رو میدونید. خب آبدانی‌ها اینجوری شکل میگیره، از اون سوال بزرگ، از اون سوال بعدی که وجود میاد، اگر با جناب من محتاج این ماشین بود، دزدیده شدنش یهو اینا خالی میکرد، فلجش میکرد. خب اغلب فیلم ها بودن یا نبودن دیدید فیلم بعد؟ بله. خب آیا دغدغه من این بود که چرا پیوند قلب ایران نیست؟ کسانی مکذر پزشکی این دانش رو نداشتم که در اون دوران نوجوانی که مثلا قلب رو میشه چیز کرد، پیوند داد. چرا؟ در جوانی فهمیدم پروفسور بارنارد در جوهانسبورگ این کاری کرده بود. یک روز در تیر ماه سال 72 در روزنامه اطلاعات خبر کوچیکی خوندم، دکتر ماندگار نخستین پیوند قلب موفق رو در ایران انجام داد. خیلی چیز شدم، هیجان زده شدم، نه به خاطر اینکه یک کار علمی مهم در ایران انجام شده، چون اون سال یعنی 72 سال 53 خورشیدی پروفسور بارنارد در جوهانسبورگ این کار رو انجام داده بود. پس من برای چی بایستی هیجان زده میشدم برای یک کار علمی بعد از با 19 سال تأخیر تو کشورم؟ نمیفهمیدم این هیجانم چیز. بعدها متوجه، وقتی که سوژه داشت شکل میگرفت بعدها متوجه شدم، بعد از شکل گیریش البته، که من از یک دیوارهای رنجیده خاطر هستم از همون دوران بچگیم. دیوارهایی که بین اقوام مختلف، ادیان مختلف، شعرهای مختلف هست، مثل خرم‌آباد بروجرد، مثل به خاطر فوتبال مثلا بین اهواز آبادان، مثل جاجرم گرمه توی استان خراسان شمالی و موارد دیگری که تو ایران هست، این اتفاقات اخیر کازرون. بله. حالا این ممکنه نوعش فرق کنه، ولی اشاره من به چیز دیواریست که در هر حال وجود داره. دیوار برلین هم وجه سیاسی این جریان برای شما برجسته میکنه. بله. این که حس این که ما و شما همه جا باید باشه. بله. این فاصله ای که به خصوص در بین ادیان اتفاق بیشتر رخ میده و کسانی هم اصلا که سعی میکنن این رو تشدیدش کنن، پر رنگترش کنن و زنندش کنن. وقتی به گذشته خودم رجوع میکردم، این رو من بارها تعریف کردم، یکی از شاید بزنگاه های پر اهمیت زندگی من بوده در دوران نوجوانی. توی مدرسه ما یه چیزی در حدود 15 تا شیر آب بود، زیرش هم یک حوضچه‌ای بود که خب هر زبا از اونجا میرفت بیرون. این وقتی زنگ تفریحی میخورد، مثلا 600 نفر دانش آموزا همه هجوم به سمت اون شیرهای آب، دندون ها میشکست، لب ها پاره میشد، لثه ها زخمی میشد که بتونن آب بخورن اونجا. اگر 15 تا شیر آب بود، 14 تاش این چنین بود. یکیشون هیچ کس بهش نزدیک نمیشد، مثلا آخریه هیچ کس بهش نزدیک نمیشد. این فقط مال چند نفر دانش آموزان اقلیت مدرسه ما بوده. دو سه تا مثلا مسیحی داشتیم که حالا یا ارمنی یا آشوری بودن، یا یکی دو نفر هم یهودی، حالا کسی هم بوده داشتی. هیچ کس از این شیرا بجز این چند نفر
همیشه هم زیر 10 نفر باید باشن دیگه، اونقدر نبودن، استفاده نمی‌کرد. و من هم اونجا آب می‌خوردم و همین مسئله باعث می‌شد که بقیه دانش آموزا به من چپ چپ نگاه می‌کردن. حتی به خاطرم هست که اون موقع کسانی از من می‌پرسن که ایاری مگه تو مسلمان نیستی؟ سوال می‌کردن، یعنی فکر می‌کردن شاید مثلا من شک می‌کردم زرتشتی چیزی باشم. می‌گفتم نه، چرا مسلمانم؟ بعد دیگه حالا یا می‌پرسیدن که چرا پس از این شیر آب می‌خوری، یا مثلا یه حرمتی می‌ذاشتن و نمی‌پرسیدن، ولی هر دو گونه‌شو داشتم. تعجب میکردن و به من به یک چشم دیگه نگاه میکردن، انگار من از اونها نیستم، از جنس دیگه ایم. خب این قرار است در مغز یک جوان نوجوان پرورده بشه، قرار همراه با من باشه در تمام مدت زندگیم، حتی تا الان، که ختم بشه به این که خب حالا این موضوع پیوند قلب میتونه از یک چنین چارچوبی بهره‌مند بشه، چیزی که سالهای طولانی همراه با من بوده و من رو آزرده که این شیر نجسه، فقط من و اونا خوش به حالمون که بدون دغدغه آب میخوردیم از اون شیر، و بدا به حال اون همه آدم چند صد نفر دانش آموز که بیچاره میشدن تا جوره آب بنوشن. اینا که همشون آدمن، همشون هم میخوان آب بخورن، چرا باید فرق بکنه؟ این سوالی بوده. بله کاملا. یا اینکه همه خب قلب تو بدنشون دارن، خب اینکه حالا این قلب تو اون باشه اون ارمنی و مسلمون فرقی نمیکنه، مسئله فیلمشون، یعنی تو فیلم قضیه هست. برای بچه ها همونطور که عرض کردم تو مدرسه به من یک جور دیگه نگاه میکردن، یک فاصله ایجاد کرده بودن بین خودشون، ارتباط داشتم، دوستانی داشتم، ولی یک ارتباطکی رو حس میشد کرد، یک دیواری که انگار بیمیل نیست شکل بگیره. پنجره های کوچیک خونه ها اذیت هم میکرد. زمانی که انقلاب شد مدتی شهرک آپادانا در همسایگی شهرک اکباتان متوقف شد. من در جریان هستم، قرار بود که پنجره های شهرک آپادانا هم این اکباتان وسیع فراخ و زیبا باشه، اما البته این مسئله دیگری است، شاید لزومی نداشت مطرحش کنم، ولی حالا دیگه گفتم تمامش میکنم. بعدا تبدیل شد به این پنجره های کوچیک که اینه یکندوی اثر شده باشه. چرا؟ فکر میکردن که مردم، زندگی مردم در معرض دید ماشینایی که تو اتوبان میان میرن نباشه. البته عرض کردم این صحبتی که من اشاره کردم چون یکی از مسائل ناراحت کنندم بود به زبونم اومد، ولی در مسیر این صحبت هایی که میکردیم جایی نداشته بدن. نه چون شما دیگه الان، من تا الان فهمیدم که این چیزایی که تو زندگیتون ناراحتتون کرده باید راجبش فیلم میساختی. نه لزومن، واقعا نه لزومن. خب در یکی از سالها یکی از افراد خانوادمون فامیلم بود، این دختر چیز میکنه میره یک جایی، از اینا که میرفتن ترکیه لباس میوردن شو تو خونشون را میداختن، میره خریدی میکنه، بعد پولی رو که میده بعد یک اسکناس 1000 تومانی تقلبی بهش میدن. این جزء غمبات های زندگی من نبوده، بهانه میشن بعضی وقت یک چیزایی، بهانه میشن برای اینکه بتونی وارد یک وادی بشی، مثل موضوع فیلم آبادانیه که اشاره کردم، مثل موضوع فیلم آنسیاتش و بقیه فیلم هم به همین شکل. و برادرش میگه من ترتیب این 1000 تومانی رو میدم، میره توی ساندویچی میخوره و 1000 تومن میده. این 1000 تومن قطعا این ورانور خواهد چرخید. این باعث شد که استارتی بخوره و فیلم سفره ایرانی ساخته بشه. خانه پدری چیزی بود که من در سالهای 52-53-54 تو اهواز دیده بودم. دختری رو کشته بودن و انداخته بودنش توی رودخونه کارون، در جایی که خونابه های کشتارگاه اهواز توی کارون ریخته می شد و محل تجمع کوسه هاست. دختری که زندان بود، از زندان میاد بیرون، پدر برادراش، عمو، پسر عموها، دایی، پسر دایی ها، همین دم زندان، چند تا ماشین دختر رو میکنن. وقتی میاد بیرون دختر نمیخواست از زندان خارج بشه، گریه میکرد و رئیس زندانم میگفت نه بابا نگران نباش، ما مجبوریم خب شما رو آزادتون کنیم. میگفت تو رو خدا آزادم نکنید،
من اینو تو مجله اطلاعات جوانان این گزارش کامل چند صفحه‌ایش رو خونده بودم. برای رئیس زندان میره باشون صحبت میکنه، با پدرش صحبت میکنه، میگه شما میخواین دخترتون رو بکشید الان بیاد بیرون؟ اونا میخونه نه ما اومدیم استقبالش، دو ماه تو زندان بود الان میخواییم ببریمش خونه پیش مادرش که خوشحال بشه. میگه آخه دخترتون میگه من نمیخوام آزاد بشم، پدر من، برادرای من، خانواده من میخوان منو بکشن. حالا مطلب چی بوده یادم نیست که سر چه مسئله اخلاقی بوده احتمالاً. اینا بهش تضمین میدن نه نمیخوام اینجا کار کنیم. در رئیس زندانم بران میگه خب بفرما برو بیرون. اینا تو ماشین که دخترشون میشینه گونی میکنن تو پاش، گونی میکنن تو سرش، گونی رو میدوزن و بعد اون گونی رو میدوزن توی رودخونه کارون. این سرسده زیادی اون موقع کرد. خب اون موقع من یادمه که اون فیلم رو تو ذهنم ساختم، رفتم جلو زندان، از اونجا پیاده رفتم تا چیز کشتارگاه اهواز که در کنار رودخونه کارون در بخش دیگری از اهواز بود. سناریوی رو تو ذهنم شکل دادم، بعد این سناریو به تدریج و به تدریج و به تدریج عوض شد و عوض شد، تبدیل شد به خانه پدری که ملاحظه فرمودید. ولی آبشخورش یک فکر بود و حتی جلوتر از اون فکرم بود. یعنی من منتظر این نبودم که با موضوعی که در اهواز رخ میده به خودم بیام و بخوام بهش فکر کنم و درگیرش بشم. قبل از اون من رفتارهایی رو که میدیدم اذیتم میکرد، رفتارهای ناموسی رو که میگم عرض میکنم، تعصبات زشت و زننده و عقب مانده راجع به مسائل ناموسی که اغلب هم بیپایه بوده. کافی بود که مثلا دختر چشمش به پسری افتاده باشه، احتمال قتلش بالا بود توسط برادر یا پدرش یا پسر عموش یا پسر داییش یا عموش و غیره. خب این باعث میشه سفره ایرانی عوض میخوان خانه پدری ساخته بشه. فیلم کاناپه اتفاقی بود که من 23-24 سال پیش دیدم که یک دست مبل کنار یکی از این مخازن زباله توی میرداماد بود، یک مردی اون اطراف قدم میزد، معلوم بود که نقشه داره برای این مبلا، یه آدمی که ظاهر موجهی هم داشت و میدیدم که این مشکلش چیه، اینه که بخواد بره یه وانت از تو میرداماد بیاره تا اونجا برگرد ببینه مبلا نیستن. منم روم نمیشد بهش بگم آقا میخوای من برم برات وانت بیارم، آقا میخوای من اینجا وایسم مراقب اینا باشم و شما برین وانت بیارین، روم نمیشد. فکر میکردم خجالت میکشه، ولی به هر حال رفت آورد و اونا رو برد. خب این نمایانگر این یک صحنه که من اونجا شاهد بودم، نمایانگر فقری گسترده در کشور من نبود، اما میتونست تلنگری بسیار بسیار جالب توجه بشه برای اینکه به واسطه این موضوع فیلمی ساخته بشه که بتونه بله به نحوی آینه‌ای باشه از دورانی که در اون داریم زندگی میکنیم. سال 95 این فیلم ساخته شد، میتونست آینه شفاف و راستگویی از همون سال 95 باشه.